حرکت و رزمایشیه که دوباره امروز اینا انجام دادن و سلاحهای جدیدی رو دادن بیرون و میگه یک سلاحی دادیم یکی از موشک هایی که تا الان مثلا رو نکردیم یه موشکی که سریه این داشته باشیم ساختشان به اتمام رسیده و حالا قرار است از امروز وارد میدان عملیات دریایی شوند آین چهاردهمین الحاق تجهیزات تخصصی دفاعی به نیروی دریایی سپاه با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد تجهیزاتی که بخشی از آنها انواعی از سامانهای جنگ الکترونیک جمعوری اطلاعات و افسایش برد برای دفاع دریایی بود امروز دقت خب این اینجا بایستیم حالا رو دوباره گوش میکنیم این من داشتم عرض کردم. شما نگاه یه همچین چیزی رو شما در اسرائیل به این شکل نمی‌بینید، در آمریکا به این شکلی که اینا انجام نمی‌بینی. هنوز که هنوزه خیلی دارن هم میگن آقا اسرائیل اصلا چی داره چی نداره همه حد میزنن چون اون یه قدرت واقعی با اصالت داره جمهوری اسلامی که خب ما ایرانی هستیم این چیزا رو نشون میده آدم خب لذت میبره میگه خب آقا یه قدرتی داریم فالا ولی در عمل ثابت شد که نه وقتی که این موشک ها رو زدن به اسرائیل نرسید و غیره در عمل وقتی که پاکستان نه تا موشک میزنه این پدافندایی که پشت سر آقای سلامیه کجان اسرائیل در پاسخی که اینا به اسم وعده صادق انجام دادن که در حقیقت وعده باطل بود یه موشک زد یه گفته میشه هواپیمای F-35 از کجا زده این پدافندا کجا بودن یه موشک زد رفت خود تو چشم در حقیقت S-300 ببین اینا واقعیت ها دیگه پس اینا دیگه به جای این چیزهایی که دارن نشون میدن اینا واقعا آبگرم های خیلی بزرگ برای حالا ساختمون ها هستن یه حالت از این لوله های دقیقه آب گرم کنه یا میتونیم مثلا اینا رو به عنوان اسکلت درست کردن ساختمون استفاده کنیم پس اونم شک دارم که مقاومتش انقدر قوی باشه که بشه باش یه ساختمون ساخت دیگه آهن پاره است ولی پشت سرشون میزنن خب ببین این طرف خارجی شما طرف اسرائیلی و اینا به اگه فکر میکردن که شما این قدرتت انقدر واقعا زیاده اینجوری به, به عنوان یک کشورک کوچکی که وجود دارن که به ذات جغرافیایی ندارن اینجوری کل کلکل نمیکرد بعد اون اصلا نمیاد چیزی رو رو کنه تو داری رو میکنی رو کردن اینا بس این نمایشه یه شعافه این فیلم هندیه ما داریم در حقیقت یک بالیوود نگاه میکنیم چون در سطح هالیوود هم نیستن این یه کلاه ورداریه به مانند اون جنسیه که اینا اومدن گفتن ما کرونا یاب درست کردیم این داستان کرونا یاب خیلی جالبه در اوج اون زمانی بود که من از اینام یه دفاعی میکردم به خاطر اون استراتژی حاضر نشدم سر این شما بگید دگاه کنید سر این داستان کرونا یاب من حاضر نشدم برنامه بسازم <applause> چون دیگه اینقدر تابلو بود فهمیدم اینا سوتی دادن حالا اون کرونا یاب بعدم نمیمدن توضیح بدن آقا این کرونا اومدن سرداران سپاه اون چیزی گرفتن تا ما کرونا یاب گرفتیم <applause> در سلاح در نیروی دریایی سرعت عمل سامانه ها و شناورها هوشمندی تحرک و چالاکی جزء مسلم توان دریایی ما محسوب میشه آنطور که ما دیدیم تعداد این تجهیزات از تعداد معمول اینطور مراسم ها بیشتر بود دویست و تا از این سامانه از دو هزار و, و, و تا در واقع محصور رو ما در میدان داشتیم نشان دهنده اینه که ما برای هر الحاق در واقع هم پرحجم و هم با معنا در واقع رو میشیم همچنین برای اولین بار پهپادی بدون صدا به نیروی دریای سپاه الحاق شد پهپادی که بالای سر شناورهای دشمن حاضر می برای عملیات شناسایی و جمعآوری اطلاعات که پخش تصاویر آن برای ما خدا نباید بگی تا اگه واقع این پهپاد دور که نباید بگی نباید اینقدر جزئیات رو بگی مگه الان اسرائیل میگه با چی اصلا زده آقای هنیه رو؟ مگه الان اسرائیل میگه چه جوری نفوذ کرده در شما مگه اون نيات با جزئیات خیلی بیشتر از این حرفا در مورد مثلا ترور آقای فخری زاده به شما در مورد ترور فخری زاده خود اسرائیل چرا های رسانه‌ایشون خیلی صحبت کردن انیمیشن هم ساختن مستند هم ساختن اما اول و آخر خود سیزیون شما اینجا این گزارش رسمیه در گزارشات رسمی خود اسرائیل هیچ اشاره نظری نکرد تا اگه یه پهبادی درست کردی که صدا نمیده میتونه بالا سر ناو آمریکایی بره خب نباید اینو بگی اگه الان اسرائیل داره میگه من نمیفهمم اینا رو به خدا پس این معلوم میشه نمایشه ببینید من اینجا نمیگم که این اصلا قدرتی ندارن و نه ما داریم میگیم جنبه رسانه یه قدرتی که جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی حتما قدرت داره تعارف که نداریم اگر هم نداشت که اسرائیل دو روزه اینا رو از بین میبرد بس پر سر که قدرت رو دارن نه که بگیم هیچی ندارن ولی این قدرته تا اون بخش رسانه ای که داره چیز میشه در حقیقت پروپاگاندا میشه پمپاژ میشه فاصله زیادی داره یعنی من به نظرم قدرت اینا هفتاد درصدش رسانه ای دارن مطرح میکنن اون چیزی که در رسانه دارن میگن در دنیای واقعیش از سی درصد هم نباشه بله اینا مثلا میگن ما قدرت موشکی داریم موشکمون به اسرائیل میرسه ولی از 300 تایی که میزنن نهایتا 5 6 به اسرائیل میرسه از یه عبارتی هم بعضیا میگفتن 9 تا رسیده یعنی در دنیای واقعی خب این از 300 تا اگر 9 تا یا 5 تا حالا بگیم 9 تا هم رسیده باشه یعنی 10 درصدش رسیده یعنی 90 درصد چیزایی که اینا دارن میگن جوگیری و پروپاگانداست در واقع از اون اون ده درصدی هم که میرسه به خاک اسرائیل میبینید بر و بیابونی که خود گنبد آهنی اونا رو راهگیری میکنه چون گنبد آهنی موشکاش گرونه وقتی که ببینه موشکی داره میره به سمت جای کم یا اصلا جای بیابانی جایی که مسکونی نیست و جایی که خطری نمیخواد بیافرین نه اگه منفجر بشه ولش میکنن که بره بخوره پس اینجا ما بله, بله موشک شما رسید ولی چه جوری رسید اینا میگن ما موشکامو میرسه به اسرائیل خب در دنیای واقعی ما الان یک برآوردی داریم دیگه من میگم چیزی که اینا دارن توی رسانه نشون میده ما نمیگیم دروغه داریم میگیم خیلی جنبه رسانه ایش بزرگتره با مدل هفت تحت تهدار بگلی بگلی و آقای تنگسیری که تنگسیری داره میگه آقا این که حجم شما دادیم اینا این نشون میده که پرمعناس کار ما میگه میگم مشکانی که خود مثلا بگوید دیگه خودش مثلا معلوم بشه داستان چیه خودش داره خودش تعریف میکنه مقدور نیست ابابیل پنج، ابابیل سه، مهاجر شش و بابر پهپادهای دیگری بودند که به این نیرو ملحق شدند با قابلیت های رزمی شناسایی خیلی از همین پهپادها سر هفتاد تا اینا فرستادن سمت اسرائیلیه شما دیدید که هیچ کدوم نرسید اصلا همهشون تو خاک اردن منهدم شدند. حال درسته ما میگیم اینا رو فرستادید که میخواستید مثلا سیستم راداری و سیستم گنبد آهنی اونا رو مشغول کنید که اگه همینم هم قبول کنیم که نتیجه نگرفتی چون موشک های دیگه هم نرسید 120 تا موشک بالستیکی که زدی موشک کروزی که زدی اینا هم که نرسید یعنی حتی اگه این حرفتون هم قبول کنیم در عمل که نرسیده ولی این که 170 تا مثلا پهپاد بفرستی یک دونش خاک اسرائیل و که نه آسمان اسرائیل هم لمس نکنه که حتی منهدم بشه تو آسمان اسرائیل اینا بار معنایی زیادی داره دیگه اینا پر با... تو اگه واقعا این قدرت داری نبر رو کنی آلبرت مرسی بابت عضویت در یوتیوب رو دا. یه دونه هدیه دادید به دوستان زنده باشید انهدامی جمعوری اطلاعات و قابلیت ویژه جنگ الکترونیک در هوشمندی تعیزات و مقابله با جنگ الکترونیک ما سامانه رو در همین الهاق آوردیم که انشالله عملا به امروز با دست در واقع فرمانده محترم و حضور ایشون به مجموعه واگذار خواهد شد موشک ها هم از دیگر تجهیزات این الهاق بودند موشک های بهینه شده با افسایش دقت در نقطه زنی و اضافه چند بار این توی همین پنج سالی که من دارم توی این بخشام حالای خود بیشتر دقت میکنم چند بار باید اینو بگی هر سری داره نقطه زنیشون بهتر میشه فرانشون میشه همونه دیگه ماکارانی همون ماکارانی حالا اسپاگتیش میکنی فران. شما الان ثابت کردید که این موشکاتون همشون یکیه هیچ کلوان قرار نیست بخوره شدن سامانه هوش مصنوعی برای هدایت دقیق تر موشک هایی که بردشان از 300 تا 1000 کیلومتر متفاوت بود مثل این موشک جدید که اعلام شده محل استقرارش سواحل ایران خواهد بود ببین همه هم داری میگه کجا میخوایم بذاریم این خورای <تصفح> چرا داری میگی اینجا معلوم میشه نمایشه دیگه میگه این موشک اسمش فلانه قراره تو فلان جام بذاریم و چرا داری میگی گزارش رسمیه ببین یه زمانیه شما تحلیل الان در خود اسرائیل هم کانال 14 میشینه کلی تحلیل میده که آقا ما چی داریم ارتش اسرائیل هر چی ازش میپرسن آقای هاگاریو میگه که ما نه تایید میکنیم نه تکسیب شما به صورت رسمی داری میگی آقا این اسم موشک اینه اسم اون اینه ما اینجا میخوایم استفاده کنیم خب این نمایشه دیگه آقا این نمایشه دیگه تا هنوز که هنوزه اسرائیل و شما قدرت واقعی داشته باشی که نمیای بگی دارم اسرائیل الان انقدر قدرت داره نمیاد بگه که آقا من دقیقا چی دارم که اصلا میزنه شما باید ببینی بشیدی حد میزنی که چجوری کتلت شدی هنوز نمیدونی اصلا ببین ده ماه داری میگذره در این ده ماه اندازه موه چهار 400 نفر حالا میگم موه سرمشو 400 تا فرماندهان حزب رو کتلت کرده اسرائیل حالا با پهپادایی که زده با هر چی زده ولی همه اینا حرفی دیگه هنوز استایی نمیگه من با چه پهپادی زدم با چه مدلی اصلا با پهپاد زدم یا جنگنده یا موشک یا هر چی میگه فقط زدم بعد دیگه بقیهش تحلیله آقا با چی زده مثلا این فواد شکر رو دقیقا با چی زده آقای زاهدی ما رو دقیقا با چی زده شما الان میگی زاهدی رو با چی زده با اف 35 زده با چی زده اینو بگید هیچکی نمیدونه دیگه با موشک زده با هواپیما زده با جنگنده زده با خزنده و چرنده زده با چی زده خب اونجا قدرت واقعی با اصالت داره این داره میگه نگاه کن این نام موشک اینه ما اینجا میخوایم نصبش کنیم این جالبه چون از 300 تا 1000 کیلومتر مرسی مرتضاد عزیز بابت استیکر متفاوت بود مثل این موشک جدید که اعلام شده محل استقرارش سواحل ایران خواهد بود آه. به خط ساحلی جنوب کشور با 4900 کیلومتر طول موشک دقیقا داره میگه کجا با 4000 این این خط ساحل یکی که تخصصش انهدام این نوع از شناور هاست تازه داره میگه تخصص این موشک انهدام کدوم یکی از شناور هاست خسته نموشید دیتا دارید آدم فروشی میکنید یه جورایی این بعد میگن آقا نفوذ تو ماست اصلا شما نیاز به نفوذ نداری خوشگلم شما خودتون دارید علنی و خدا نکنه یه زمانی بحثی شد حالا یه جلسه داشتیم صاحب چیز امنیتی حالا کار نمیخوام بگم کدوم کشور بعد طرف میگه آره فلان و این ایرانی جاسوس و اینا بعد برگشت گفت آقا ما اصلا ایرانی نمیتونیم جاسوس بشی رو فکر کنم مثلا 11 سپتامبر رو ما ایرانی ها میخواستیم انجام بدیم حالا اون موقع فیسبوک اینا نبود دیگه ولی حالا من اینجوری میسازم گفت مثلا می اومدیم اول قبل از که بخوایم عملیات انجام بدیم میزدیم که آقا تو فیسبوک ما داریم یه کار بزرگی میکنیم میخوای عملی هممونو خود منم هم شاملش میشم مثلا این نخوت تو ما اصلا تو درمون خیس نمی ما میتونیم این کارا کنیم مثلا 11 سپتامبر قبلش به همه گفته بودیم بعد نرفتیم عملیات بدیم اگه میتونه ایرانی کار عملیاتی اینجوری بکنه یه چیزی دارن داره خودش میگه میگه ما این موشک رو داریم اینو داریم کجا میخوایم نصبش کنیم تازه این چی رو میتونه بزنه خب من نمیدونم اسرائیل چرا تو این ده ما نمیگه خب دارم اخبار دنبال میکنم چرا اون نمیگه من اینو دارم چی رو باش میشه زد این میگه من چی دارم چی رو باش میشه زد <applause> یکی از اون تجهیزاتی که امروز اینجا دیده شد موشک کروزی بود که با سر جنگی جدید وزن کم و قدرت انهدامی بالا م... وزن کم قدرت انهدامی بالا اطلاعات بده اطلاعات بده تونه سر تا سر خط ساحلی رو پوشش باش ببین پس این نمایشه شعافه اینا اینا قدرت نظامیشون قدرت نظامی جدی نیست در یک جنگ درست حسابی روشن میشه دیگه در همین داستان پاکستان دیگه قشن سکوت کردن در یک جنگی که خدایی نکرده و امیدواریم که اتفاق نیفته ببین شما به بازدارندگی با شعاف تا یه حدودی نم... چیز داره نتیجه داره جمهوری اسلامی با بلوف بلوف زدن در بازی پاکر رو اینام تا یه جایه الان تو بعد از داستان و... ورد... تو قبل از وعده صادق میتونستی این بلوف رو آره ادامه بدی بعد از وعده صادق میزان قابل ببین خیلی حرفه 300 تا موشک بزنی خون از دماغ کسی نیاد حالا برو پروپاگاندا کن وعده صادق فلان شاخبازی در این خیلی بار منفی برات داره 300 تا موشک با پهباد خون از دماغ کسی نیومده تازه اگه بخوایم حرفای رایفی پورم قبول کنیم که میگه یه هزار تا موشک زدید که دیگه هیچی براتون بدتر هم میشه بنابراین این بلوفی که شما میخواستید بزنید بعد از وعده صادق این مچه باز شده آقای لوی راستینگ و گم متعجب شدیم تا این میزان قابل توجه سیستم موشکی اینا داغونه موشک های شما خودش واقعا خیلیش منهدم شده نکنید این کار رو واقعا دیگه الان هم تو این شرایط تو باید پاسخ اسرائیل بدی یه رزمایش انجام میدی تو کرمانشاه رو از ساعت 4 صبح تا هفته صبح میزنی تو خودمون الانم هم اومدی دوباره الحاق این چی چی به نیروی دریایی این یعنی چی چون نمیتونه اون خون رو انجام بده چون نمیتونه الان انتقام اسماعیل هنیه رو بگیره و برخلاف گنده گوزیایی که کرده و غیره مجبور اینجوری خودش رو الان تراپی کنه این یک تراپی کردنه و ایرادی نداره من درکتون میکنم میدونم چقدر شرط روحی روانیتون سخت